سلام، مرسی که اومدین به همون ملحق شدین و من مطمئن شدم که لایف هستم. امروز با دکتر جلال خادمی با هم هستیم. من میبینم که ایشون هستن، میتونم خواهش کنم که سود بهم سلام به روی ماهتون مادانه عزیز، محمد عزیز، محمد رضا. خیلی ممنونم از اتون که اومدین دوستان. این مطلب مطلب بسیار مهمیه که ما درباره معنا صحبت بکنیم، که چطوری معنای زندگیمون رو پیدا کنیم. دکتر خادمی عزیز، حال شما چطوره؟ سلام از بنده، احوال شما؟ قربونتون، مرسی، احوالتون؟ خوشحالم که میبینم مشتاق اتون. دیدم، مرسی. و قربونتون. همچنین خیلی وقت بود که منتظر بودم که این لایو رو داشته باشیم با هم، و مرسی از وقتی که گذاشتی با هم. خواهش میکنم، باعث افتخار منه. منم یه سلام بکنم دوستانی که دارن ما رو میبینن، حالا الان چه آنلاین چه آفلاین، و خوشحالم از اینکه یه بار دیگه فرصت شد در کنار شما باشیم و یاد بگیریم ازتون. و برعکس، مرسی ازتون. خیلی خوبه که همه ما در فضای یادگیری و یاد دادن هستیم. خیلی با ارزشه، نه؟ بله. فکر میکنیم که همه چی رو میدونیم، و واقعا برای من همیشه صحبت کردن با شما ارزشمند هست و پر از یادگیریه. خیلی خوشحالم از این صحبت. خب بریم که شروع کنیم صحبتمون رو. دوستان دارن سلام میکنن. آتا منو ببخشید، من برای اینکه بخونم باید هی بیام جلو، برای همین و اینجا خیلی سرد شده، حداقل من خیلی سردمه، برای همین توی آفتاب نشستم. ببخشید دیگه، خوش به حالتون. شما آفتاب ندارین اونجا؟ آره. خیلی خب، صحبتی که ما داشتیم که خواهش کردم ازتون که با هم صحبت بکنیم در موردش، این هست که ما خیلی از اوقات به خصوص توی قهرنام، ما میدونیم عزیزانی رو داریم در خدمتشون هستیم و سرویس مهیا میکنیم که مورد شکنجه های جنسی قرار گرفتن. ما نمیخوایم وارد جزئیات بشیم چون میدونیم که تریگر میکنه عزیزان رو، و همزمان میدونیم که این مسئله میتونه خیلی آسیب بزنه به آدم ها از جهت اینکه معنای زندگیشون رو از دست بدن. یعنی در واقع یکی از اتفاقات این هستش که معنا رو از آدم ها بگیرن و آدم ها رو تبدیل کنن به چیزی که خلاف ارزش‌هاش داره حرکت میکنه. و خب به هر حال وقتی مقاومت هست، دردای خودش رو هم راش داره. من نمیخوام خیلی وارد دقیقاً این بخش بشم. آره. برای اینکه یه معنای کلی تری رو داشته باشیم امروز. ما از اینجا شروع کردیم، ولی میخوایم به اینجا برسیم که اصلا چطوری، وقتی ما اولا ما میگیم معنا یعنی چی، معنا پیدا کنم واسه زندگی، و بعد اینکه اصلا چجوری میخوایم این رو ایجادش کنیم. هر کدوم از ما روش‌های خودمون رو داریم، مدل‌های خودمون رو داریم. تو روانشناسی می‌دونیم مدل‌های متعددی هست برای اینکه پیشنهاد می‌کنه که چطوری معنا رو در زندگیمون پیدا بکنیم. خارج از اینکه میگم وارد اون بحث‌های جزئی نشیم، لطفاً وارد تئوری‌ها هم نشیم، راهکارهای عملی کاربردیتون. آره، کاربردی که بریم امروز 3-4 تا راه بدیم به عزیزان. اولا چرا معنا مهمه؟ ثانیا چطوری معنا رو پیدا کنیم تو زندگی؟ خب یه کوچولو ولی کلیاتش نیاز داریم که ببینیم مثلا من میتونم بذارت میخوام قطعتون کردم. میتونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی بکنید؟ آره. میدونم من فکر میکنم، من چون فکر میکنم تو پیج خودمون هستیم و سامی همه میدونن، در حالی که من دکتر لاله مهراد هستم، روانشناس بالینی، و آقای دکتر من جلال خادمی هستم. من جلال خادمی هم و دکترای روانشناسی دارم و حالا یه سابقه کار حتی پیش خانم دکتر دیگه شاگردیه، ولی حدود 15-16 سال هم هست که کار روان درمانی، یعنی حالا انجام میدم. خیلی
خیلی خیلی ممنونم ازت. قربون شما. اون بخشی که من خندیدم گفتی تو نه چجوری سینم رو به روخم کشیدی. نه چه ربطی دارم، گفتم شاگردی چه ربطی به چیز داره. خدمتتون هستم آقای خب دکتر خدمی عرض عزیز. قربون شما، عرض کنم که توی بحث معنا، حالا به قول شما نه خیلی آکادمیکش رو بگیم نه خیلی مثالای چیزی بزنیم که به کار کسی نیاد نه کسی رو اذیت بکنه، معنا همون چیزیه که ما بهش میتونیم بگیم چرایی یک داستان، یعنی که میتونه از یک معنای ژرفی مثل معنای زندگی باشه تا چرایی اصلا یک رفتار ساده. چرا ما میخوایم این امتحان رو بدیم؟ چرا میخوایم فلان مدرک رو بگیریم؟ چرا میخوایم وزنمون رو کم کنیم؟ چرا میخوایم همه اینها تا به اینکه اصلا به این موضوع کلی که از حالا خیلی قدیمی تر توی بحث بشر که ما هدفمون از زندگی چیه و این جهان آیا هدفی داره یا نه. حالا یه موقع هایی خود این معنا که ازش صحبت میکنیم که ما میگیم چرایی یا هدف، دو تا دسته میتونه تعریف بشه. یکی این که بیان بگیم برای یک سری افراد به معنای معنا و مفهوم یک چیزیه. مثلا شما از من میپرسی که فلان چیز معنیش چی میشه، یعنی اون چیزی که وجود داره معنای لغویش، و وقتی من چیزی رو درک نمی کنم میگم ببخشید من معنی این کار، مثلا معنی اینو نفهمیدم، میشه برای من توضیح بدید؟ یه جا ما مساوی میدونیمش با ارزش، اهمیت، یا اون در حقیقت چیزی که این توی این موضوع بیشتر میگنجه که به معنای اون مفهوم داستانه. برای همین یه جایی ما میگم شما من یه رفتاری انجام میدم، شما نمیتونی بفهمی من چرا این کار رو انجام دادم، و میای میگی که من معنی کارتو نفهمیدم. اینجا به این معنی نیست که من برای شما لغتشو تعریف کنم، چون میگی پشت این داستان چی بود، چی تو ذهنت اومد. برای همین وقتی ما صحبت از معنا میکنه به نوعی اون چرایی، و جمله معروفی که خیلی شنیدم از نیچه است که هر کس که چرایی در زندگی داره با هر چگونه این میسازه، این دقیقا خیلی سادهش اینه که ما اگر ندونیم چرا، در جا متوقف میشیم، چون دیگه دلیلی نداریم. و کسی که حالا در حقیقت این داستان خیلی خوب کرد، کار کرد و این به نوعی جمع آوری کرد، دکتر فرانکل میاد میگه که اگر از آدم ها چرایی کارشون رو بگیریم، که با بحث شما هم خیلی مرتبط میشه، متوقف میشن از انجام اون کار، برای اینکه دلیلی دیگه پیش نمیبینن. برای همین سوخت کار ماست، برای همین اون قطب نمایی که به ما میگه که کجا داریم میریم و آیا مسیری که میریم مثلا درسته غلطه. برای همین ما برای هر کاری یک معنی نیاز داریم، از مسائل بسیار ساده و روزانه گرفته تا مسائل عمیق‌تر و بزرگتر که ما به یه دلیل یک چرایی نیاز داریم. این میشه اون چیزی که ما در حقیقت به مفهوم و تعریفش، و اینکه خب چرا بهش نیاز داریم، برای اینکه بدون اون اصلا ما از جمع تکون نمیخوریم، هیچ حرکتی نداریم. برای اینکه حتی از صبح از یه چیزی که ما تو افراد افسرده داریم دقیقا همینه که خب چرا این کار انجام بدیم، چرا اینجوری بشه، تهش که قراره که همه ما بمیریم دیگه، حالا اونایی که شکل خیلی زیادی دارن. این میشه در حقیقت خیلی ساده بگیم که اصلا در مورد چی صحبت میکنیم و چرا بهش نیاز داریم. خیلی بیشتر بگم؟ آره حتما. نه، منظورم این بود که تموم شد دیگر. اوکی، خیلی هم عالی. من فکر میکنم شاید اون جایی که ما میخوایم الان متمرکز باشیم بیشتر این هست که هدف وجودی من در این دنیا چیه، اصلا کجا هستم و چرا هستم. یه چیزی که توی شاید اگر توی پرانتز بذاریمش میتونیم کلمه رسالت رو براش بذاریم، بدون اینکه معنای عجب غریبه بیرونی ماورایی بهش بدیم. هدف من توی زندگی چیه؟ قرار هست که چیکار کنم و معنای زندگیم چیه؟ اون هدف کلی است و خب طبعا برای رسیدن به اون ما قدم های کوچیکتر هم برمیداریم که معانی هست که ما در روزمره زندگیمون داریم ایجاد میکنیم. یعنی اگر مثلا برای من آگاهی رسوندن هست و میام مثلا پیجم رو میزنم، اون هدف نهایی منه، ولی هر روز یه ویدیو کوچولو دارم درست میکنم، شاید یه دقیقه حرف میزنم، و در نهایت اینا همه کانتریبیوت میکنه، اضافه میکنه به اون هدف نهایی که هست که مثلا آگاهی رسونی هست.
موافق هستی با این تعریف و روی این آره تعریف آره بنابراین؟ کاملا. فقط یه مشکلی که سر این داستان وجود داره مسئله اینه که ما در مورد این موضوع و مفهوم نمیتونیم به نقطه مشترکی برسیم، برای اینکه مثل داستان اینه که آیا از در حقیقت خلق جهان معنایی وجود دارد یا هدفی داشته یا نه صرفا تصادفی بوده، این داستان معناه نمیتونه به نقطه مشترکی برسیم. برای همین دو تا دیدگاه براش وجود داره. یه دیدگاه که میتونه ریشه دیدگاه مذهبی باشه به این اشاره میکنه که همه چیز هدفی داره، پشت این داستان یک معنایی وجود داره و ما باید کشفش کنیم. توی روی کرده اگزیستانسیال که یکیش روی کردیه که آقای فرانکل معنای یا لوگوتراپی رو مطرح میکنه، بیشتر این شکلیه. شما وقتی که نظریات آقای فرانکل رو میخونی میگه که در زندگی معنایی وجود داره، ما باید پیداش بکنه، یعنی انگار قبل از ما یک نفر بوده که این معنا رو گذاشته، حالا وظیفه ماست که پیدا کنیم. یا ما پیداش میکنیم یا اگر پیداش نکنیم به این معنیه که حالا یا ما هنوز وقتش نرسیده یا به اون قدرت درک نرسیدیم. این همون چیزی که میگم خیلی به رویکردهای مذهبی نزدیکه، یعنی چیزی که تحت عنوان حتما صلاح بوده، خیر بوده، نمیدونم سرنوشت بوده، این یک مسئله است که نمیشه تایید یا ردش کرد. دیدگاه دوم که دیدگاه کسای دیگه ایه که خیلی باور مذهبی ندارن مثل یالو، به این معناست که نه، چیزی به نام معنا در پیش از ما قرار داده نشده، ما این که باید خودمون به این داستان معنا بدیم، ما این که باید معنا ایجاد بکنیم. حالا کسایی که باور اول رو دنبال میکنن یه خورده کارشون راحت تره، ولی از یه جهت دیگه ممکنه دچار مشکل بشن، چون معناها الزاماً شخصی نمیشه براشون. ولی برای دسته دوم یکم سخت‌تره، چون معنایی وجود نداره. اما یه مثبتی که داره اینه که معناها به شدت شخصی هن. یعنی ممکنه معنایی که من دنبالش هستم و معنی که شما دنبالش هستی متفاوت باشه و یک سری چیزها منو به جلو میکشونه و یه سری چیزها ممکنه برای شما اشتیاق یا شوقی داشته باشه یا همون چیزی که معنا داشته باشه. برای همین راحت ترش اینه که این دوتا دسته رو با هم ببینیم. اصراری بر این نیست که ما بیایم بگیم نه حتما وجود داره و ما باید حتما بهش برسیم، برخلاف این فضای زردی که الان مثلا ما توی بحث روانشناسی داریم. نه اصرار به اینه که بیایم بگیم، یعنی من به شخص اینطوریام، نه اصرار به اینه که نه این داستان نیست، چون نمیدونم میگم که این دوتا هست، هر کدوم که دوست داری دنبالش کن، ولی در هر دو صورت ما به یک هدف و به یک معنای نیاز داریم که ما رو به سمت چیزی بکشونه که ما رو در حقیقت فردای ما رو نسبت به امروزمون تغییر بده. برای همین این دوتا دیدگاه وجود داره، یا بوده و ما باید کشفش کنیم، یا وجود نداشته و ما باید برای خودمون پیدا کنیم و بهش برسیم. خیلی ممنونم. من راستش انتظار اینو نداشتم که از اول وارد بحث بخش یا دیدگاه فلسفی معنا بشیم. خب خیلی عالی، این چیز کلیتی که مطرح کردی خیلی کمک میکنه به این که ما خودمون رو محک بزنیم که این معنا رو قرار هست که دعوت کنیم به زندگیمون یا بریم کشفش کنیم. در هر دو صورت حالا بحث ما در مورد خود معنا هست، این که چطوری معنا رو بیاریم. برابط کار صحبتهای ببخشید عمل بهتون بدیم، برعکس اومدیم آره. رفتیم در نه. خب خانم اولش ما باید بگیم داستان چطور، چون اگر ما بخوایم بیایم بگیم، ببین ما هیچ وقت نمیتونیم یه چیزی رو میگم وقتی این دوتا روی کرد و بگیم، هر طرفش یک دیدگاهی رو داریم تبلیغ میکنیم، یعنی یا میشه دیدگاه مذهبی رو داریم تبلیغ میکنیم یا داریم دیدگاه مثلا غیر مذهبی رو، از اینکه نه وجود نداره. چون من نمیخوام تو طبق صحبت خودتون، چون نمیخواستم وارد این بازی بشم که یک جناحی رو به قولش ما تبلیغ کنم، اومدم جفتش رو گفتم. حالا بعضیا باورهای مذهبی دارن، برخی باورهای مذهبی ندارند، اما به هر حال جفتمون به این نیاز داریم. حالا توی ادامه میتونم بگم که چه چیزایی میتونه به ما کمک کنه که این معناها رو پیدا کنیم، چه چیزایی باعث میشه که ما نتونیم به یه نقطه برسیم که این معنا رو پیدا کنیم. چون یک چیزی که خیلی کلیدیه، ما فکر میکنیم یک معنا وجود داره
و ما باید بهش برسیم، ولی اصلا وجود نداره، اصلا یک معنا وجود نداره. ممکنه من به یک دلیل صبح از خواب بیدار میشم، کس دیگه به یک دلیل کاملا متفاوت از خواب بیدار شه. من بر همین خواستم اینو بگم که هر کس از ما باید اون چیزی که برای خودش تقلا ایجاد میکنه، اون چیزی که برای اونه که در حقیقت هدف هست رو پیدا بکنه. اما یه سری کلیاتی داره که حالا اگر جلوتر رفتیم میگم چیا باعث میشه که ما نتونیم مثلا نسبت به این معانی نزدیک بشیم یا چیزی براش پیدا بکنیم. اوکی پرفکت، مرسی. فقط چون صحبت معنای شخصی بود و معنای جمعی بود، میخوام نقطه نظر خودم رو در این رابطه بگم، که فارغ از این که این معنا برای من گذاشته شده که من برم گرد و غبارش رو بذارم پیدا کنم، یا اصلا به دنیا اومدم که این کار رو بکنم، یعنی که خودم برای خودم تدوین میکنم، در نهایت من فکر میکنم همه ما به سمت و سوی میریم که اون معنایی که پیدا میکنیم در جهت منافع عمومی باشه، یعنی خودم، اطرافیانم و جهان هستی. و این اونجاست که میشه معنای به نظر من سازنده بودن در کاری که انجام میدیم. در اینجا وقتی ما اینجا صحبت معنای شخصی میکنیم، منافع شخصی مطرح نیست، رشد خودم در جهت حالا خدمت، آره، اون معنای بزرگتری که دارم پیدا میکنم. روی این با هم توافق داریم؟ آره. اصلا ببین اون چیزی که شما گفتی یه صفحه جلوتر، مبنی بر این که یکی از شرایط معنای مثلا ها بگیم مثبت اینه که معنایی که من دارم دنبالش میکنم نباید موجب آسیب به کس دیگه بشه. نه. یعنی ما ببین، من اینجوری دیدمش که من یه موجود، اول از همه یه موجود انسانی هستم که اجتماعیم، انسان یه موجود اجتماعیه دیگه، برای همین درسته که من یک بنزینی نیاز دارم منو به جلو بکشونه، اما این هدف نباید باعث آسیب به شما بشه. برای همین در اجتماع قوام پیدا میکنه، در اجتماع ارتقا پیدا میکنه. من باید چیزی رو پیدا کنم که حال منو خوب کنه، به سمت جلو پیش ببره و به کسی هم آسیب نرسونه. و چقدر خوبه که همین که به کسی هم آسیب نمیرسونه، حتی بتونه به کسی نفع برسونه که به جامعه من، به اطرافیان منه. و این میشه همون بحث ارتقایی که با شما کاملا موافقم، چون ما اصلا نمیتونیم خلاف اجتماع رفتار بکنیم، برای اینکه ما انسان‌های موجودات اجتماعی هستیم، انسان‌ها، برای همین نیاز داریم به این داستان. کاملا موافقم. و اگر متاسفانه اون کارو بکنیم، تبدیل میشیم به یه قدرت ناسالم که داره آسیب میزنه، کنترل میکنه، حذف میکنه. بسیار خوب، بریم که ادامه بدیم درباره معنا و اینکه چطوری ما میتونیم برای زندگیمون معنا پیدا کنیم. یه چیزی که یه فقط یه نکته ای رم بگم که حالا من خیلی زیاد دیدم توی، مخصوصا وقتی که ما سنین 30 و خورده سال رو رد میکنیم، خیلی زیاد دیدم که با این مفهوم روبرو میشن. گفتیم معنا رو برای ما ایجاد، یعنی معنا چیزیه که ما زمانی که به دنیا میایم و یه خورده درک میکنیم داریم دنبالش میکنیم. یه موقع هایی من خیلی، حتما شما اگه تجربه مشترکی داشتیم به من بگین، که مثلا توی این سنین که میرسه آدم ها دوچار یه تعارضی میشن، به یه نقطه ای رسیدن که خیلی همه چیز خوبه، خیلی موفقیت ها دارن، ولی حالشون خوب نیست. و اینجا تجربه ای که من داشتم این بود که خیلی از مواقع آدم ها معنایی رو دنبال کردن که معنای اونها نبوده. مثلا معنی بوده که پدر مادر دوست داشتن، اون زندگی نازیسه پدر مادره بوده. پس اولین نکته توی معنایابی اینه که من مال من باشه، نه مال پدرم، نه مال مادرم، نه مال مثلا کس دیگه که باشه. من باید مسیر شخصی خودم رو پیدا کنم، وگرنه نمیتونه حال منو خوب بکنه. این داستان یه سری خصوصیات داره، یعنی برخلاف چیزی که ما الان صحبت میکنیم، معنا الزاماً یه چیز خارق‌العاده شاخ و دمدار نیست. یعنی ما میتونیم یه چیز خیلی ساده‌ای باشه، در حد اینکه به قول شما من میام 1 دقیقه ویدیو میذارم. خب این
معنایی که ما داریم میگیم کاملا مخالف اون کمالگرایی یا ایدالگرایی است، چون کسایی که دنبال معنا هستن احساس میکنن یه چیز خیلی گنده الان باید معنایی رو انتخاب کنن که کل دنیا رو کمک بکنه، ولی یه وقتایی میبینیم که معنی زندگی من نمیتونه اصلا کل دنیا رو تغییر بده، شاید در همین حد باشه که خانواده من، خود من، متوجه این؟ یعنی معنا میتونه انقدر ساده باشه در حد کمک به یک همسایه‌ای که من دارم، در حد کمک به کسی که من دارم میرم تو خیابون یه بار ممکنه ببینمش، مثلا میگم حتی یه لبخندی براش بزنم، هیچ کار خاصی هم نمی کنم. همه اینها میتونه یک نوع معنا باشه، چیزی که فرد دیگر رو هم درگیر داستان میکنه، به شکل مثبتش البته، نه به شکل منفیش که بخواد مشکل ایجاد بکنه. یک خصوصیت دیگه که باید داشته باشه اینه که بیاد اون چیزی رو که ما داریم، یعنی اون مسئله که دنبالش داریم میکنیم، خودمون و فارق از الگو برداری های دیگر. یکی از مشکلاتی که ما توی اهدافمون داریم چیزایی که به ما القا میشه توسط رسانه است، توسط نمیدونم حالا اطراف ما، هر چیزی که هست، و ما فکر میکنیم مثلا اگر بیام مثال بزن از خودمون، من بیام میگم که نه من الان بیام مثلا بخوام دکتر لایو بزنم خیلی کار چیزی نیست، من حتما باید یه سمینار مثلا 1000 نفره داشته باشم سخنرانی کنم، و این باعث میشه که من معنا رو اونطوری ببینم و فارغ از معنا بشم. یعنی چون گفتیم دیگه معنا خیلی گره میخوره با تفکر ما، اون شناختی که ما نسبت به داستان داریم، اون تعریفی که ما ازش داریم، و این معنا میتونه یه خصوصیت خیلی مهمی که داره، معنا میتونه متغیر بشه حتی برای من. یعنی معنی زندگی من در 5 سال پیش میتونه متفاوت باشه با الان، یعنی الزاماً این نیست که معنای من و شما در زندگی متفاوت باشه، حتی معنای زندگی من میتونه تغییر بکنه در طول رشد من. خب هستم آره. یه چند مورد هست که همین جایی دارم یاد داشت میکنم که بعدم با تون در میون بذارم یا هایلایتش کنم. حالا هر چیزی هم که شما دوست داشتین به من کمک کنیم، من یاد میگیرم، من یادداشت میکنم اینجوری. یه جایی یه چیزی که خیلی زیاد میبینیم، چون تعریف درستی از یعنی الان کاری که من دارم تلاش دارم میکنم اینه که بیام گرد و غبار تعریف از معنا رو بردارم که ما اصلا بدونیم الزاما با یه چیز مشخص و کلیری روبرو نیستیم، اما چیزای شاخ و برگ و الکیشو حذف بکنم، یه جاهایی هستش که ما اصلا به خیلی ته داستان نگاه میکنیم، مثلا میگیم که همه چیز از بین میره دیگه، مرگ همه چیز رو احاطه خواهد کرد، چه دلیلی وجود داره وقتی همه چیز قراره تموم بشه؟ یعنی الان شما بیا حساب کنید مثلا لایوی که من و شما میذارید چقدر میتونه بمانه، چقدر ممکن آدم ها بیان در آینده نگاش بکنن، نهایت میتونیم بگیم مثلا خیلی خوشبینانش تا 3 ماه 6 ماه 1 سال دیگه. پس من بیام بگم که خب چه کاریه این داستان، یا بیام بگم که نه این مسئله‌ای که من میخوام انجامش بدم، این معنایی که من دنبالش هستم، در حقیقت باید همیشه چیز خوب و مثبتی ایجاد بکنه. اینو کانفیوز نشیم، قاطی نکنیم با اون که گفتیم به کسی آسیب نرسونیم، و نه، یه جایی معنا میتونه به حسب عوامل ناخوشایند و اذیت کننده برسه. الزاما من چیزی اضافه نمی کنم به زندگی شما، خب، ولی میام یه سری دردا رو از زندگیت بر میدارم، اینم میتونه یک مسیری باشه به این داستان، به این چیزی که وجود داریم. و یه جمله خیلی قشنگ یه بار خوندم، میگفتش که جامعه خوشبخته که توی اون کهنسالانش درخت میکارن با اینکه میدونن ممکنه هیچ وقت خودشون از میوه یا سایه اون درخت استفاده نکنن. این در حقیقت میتونه اون نقطه انطباقی باشه بین صحبت
من و شما که ما الزاماً خودمون در معنای زندگی هدف نیستیم، ما ذینفعش هستیم، ما ازش سود میبریم، ولی بیشتر یه نگاه کلی تری داره به این داستان، یه نگاهی داره که میتونه کسای دیگر رو هم در حقیقت بیاره توی این مسئله. یک اسطوره‌ای وجود داره بر اساس اسطوره هاست که من خیلی دوستش دارم و اونم اینه که امید الزامن یا اون بحث معنا الزامن همیشه هم کامفتبل نیست، همیشه هم راحت نیست. و اسطورهش به این شکله که میگن از جعبه پاندورا گرفته شده، حالا من خلاصهش رو میگم. پاندورا اولین زنی بوده که در اسطوره ها مثلا ما داریمش و این به عنوان هدیه برای زمینیانی که تا اون موقع زمین هیچ شر رو هیچ بدی رو نداشته، خدای خدایگانشون که مثلا زئوس بوده، یه جعبه به این کادوی میده، میگه اینو برو بده به زمینیا، ولی بهشون میگه هیچ وقت اینو باز نکنید. و خود پاندورا اینو باز میکنه و تمام شرها ازش میان بیرون و زمین رو فرا میگیرن و آخرین چیزی که پاندورا میاد در جعبه رو ببنده و میبینه که یه چیزی مونده تو اون جعبه، این امید یا چیزیه که ما مثلا تحت عنوان خوب داریم، همین امیده که یه پارادوکسی با خودش داره. این امید یا این معنایی که ما دنبالش میگردیم، هم وقتی تو این داستان نگاه میکنیم به عنوان یک چیز منفی به ما داده شده و همین که نجات دهنده ماست. یعنی الزاماً معنا دنبال کردن، معنا دنبال کردن امید کار آسونی نیست. یعنی ما فکر نکنیم اگر قرار هست یک روزی معنایی برای خودمون پیدا کنیم و یا ایجاد بکنیم زندگی قرار راحت بشه. نه، فقط زندگی معنا پیدا میکنه، درد کشیدن ما دلیل پیدا میکنه، اذیت شدن ما یک لباسی میپوشه. یه جمله هست که میگه کسی که شما اگر دو نفر رو شکنجه بکنی، اگر اولی برای رنج کشیدنش معنایی پیدا بکنه، نه اینکه درد نکشه، ولی تحمل درد براش متفاوت تر از کسی که هیچ معنایی نداره. حالا این برای کل زندگی ما هم همینه. ما میتونیم روزانه زجر بکشیم از زنده بودنمون برای اینکه هیچ دلیلی براش پیدا نمی کنیم، یا اینکه نه، همین مسائل و همین سختی ها رو داریم تحمل میکنیم، اما ته ذهنمون توی اون جعبمون یک چیزی داریم که بهش میگیم امید، بهش میگیم معنا، که میتونه کمی مسائل و روبرو شدن با مسائل رو برامون آسون تر بکنه. این هم نکته خیلی مهمیه که الزاماً معنا پیدا کردن زندگی ما رو آسون نمی کنه، بلکه مسیر رو برامون قابل تحمل تر کنه. خیلی ممنونم ازت، خیلی متشکرم. من یه عالمه چیز نوشتم و میخوام نظرم رو با اجازت در موردشون بگم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. یکی بخش امیده. من میخوام از خود یالوم دوباره این رو بگم که نمیدونم بذارمش توی این فضا یا نه، به خصوص با این کامنتی که الان گرفتیم. ولی به هر حال یالوم میگه آدم هایی که از نظر شناختی جلوتر هستن دنبال امید نیستن، اقدام میکنن و دنبال راه حلن. و وقتی که ما از جهت شناختی عقبتر هستیم، بیشتر برامون اون امید است. انگار امید اون ایستگاه، نه گذرگاه اوله، ایستگاه نیست. گاهی اوقات ما در مسیری که داریم میریم انقدر خودمون رو با امید سرگرم میکنیم که تبدیل میشه به یک ایستگاه، توقفگاه. و دائما میگم امید دارم، امید دارم، امید دارم، در حالی که ما قرار هست اقدام هم بکنیم. امید فقط اون جرقه اولی است که میگه اوه یه نوری اون دورا هست، برو بهش برس، از این تاریکی بیرون میاد. ولی اقدام کردنه اون جایی هستش که ما قرار هست حرکت کنیم و نمونیم و تسلیم سرنوشت نشیم، بلکه خودمون رو به عهده بگیریم و بسازیم.
این یه مسئله است که خواستم بگم، چون خیلی اهمیت داره که بدونیم بله امید واقعا چیزی نیست که ما فقط قرار هست که توی اون بمونیم و بگیم هنوز امیدوارم پس خوبم. نه، امید خودش میتونه جای منفی برای ما ایجاد کنه که از ما یک آدم منفعل بسازه که چون امید دارم پس خوبم پس اقدام نکنم، در که امید انگیزه رو میده و حالا اقدام کردن بر ماست که اقدام کنیم، فکر کنیم و جلو بریم. اگه در این مورد نظری داری بگو، اگه نه نه نکته کاملا بعدی رو بگو. موافقم، چون امید یا معنا رفتار نیست، یک آیدیاست، یک چیز ذهنیه، یک انگیزه است و چیزی که تغییر رو ایجاد میکنه در حقیقت اکت ها یا رفتار ها هستن. یعنی اون چیزی که ما رو سیر میکنه فکر به غذا نیست، خود غذاست و امید فقط اینه که ما بلند شیم به سمت غذا بریم. برای همین کاملا با تو موافقم و برخلاف تمام، بازم میگم این چیزهایی که داره به ما میگه که صرف امید داشتن برام چیز کمک کننده است، نه، امید یک فقط یک گفتم توی جعبه پاندورا بوده، یعنی میتونه یک به قول خانم دکتر جنبه منفی هم داشته باشه، یعنی شماره طلا بندازه. الزاما امید همیشه خوب نیست اگر تنها باشه، حتما باید پس زمینش، یعنی بعد از اون عکت ما باشه، عمل ما باشه که بعد بیایم بگیم که تغییر رو که دنبالش مثلا ممکن اتفاق بیفته. مرسی. من نکته که از صحبتت میخوام هایلایت کنم و باز بیشتر اون رو بپرورونم، من فکر میکنم خیلی نکته اول این نکته که اشاره کردی در مورد این که من در پیدا کردن معنای زندگیم ادامه دیگران نباشم، ادامه جامعه، والدین، مراقبین، مدرسه، سیستم آموزشی، حکومت، اینها نباشم و بهش میگیم فردیت، یعنی خودم رو پیدا کنم، اون چیزی که هستم، اون کسی که هستم، نقشی که دارم، فارغ از نقشهایی که به من داده شده. و این فردیت رو که پیدا میکنم، در واقع فردیت بعد از اصالت میاد، یعنی اصالت جایی هست که من خودم رو زندگی میکنم فارغ از چیزهایی که به من داده شده، من انتخاب میکنم، ممکنه بخشش هم اونها باشه ولی دیگه از اون لحظه این میشه انتخاب من، نه اینکه ادامه چیزی که به من داده شده. برای همین هستش که اگر ما دو تا مفهوم رو، اصالت و فردیت رو در نظر داشته باشیم، خیلی کمک میکنه که ما به اون معنای شخصی خودمون برسیم. معنای من و شما با اینکه در یک فیلد داریم فعالیت میکنیم و به ظاهر یک جور داریم فعالیت میکنیم ولی دو تا چیز کاملا مختلف میتونه باشه. به همین دلیل اعتماد کنیم به خودمون و اون رو ببینیم. و توصیه‌ای که میخوام بکنم به عزیزان این هست که ارزش هاتون رو بشناسین در ابتدا. اگر که ولیوها یا ارزش هاتون رو بشناسید میتونید راحت تر در اون فضای اصالت باشید و انتخاب های شخصیتون رو داشته باشین، اون فردیت رو که اشاره کردی داشته باشین و اون ارزش ها رو حتی میتونیم ارزش هایی تقسیمشون کنیم، ارزش هایی که ارزش های اولیه و اصیل ما هستن که اصلا قابل بحث کردن نیستن و میخوایم بر اون مبنا زندگی کنیم، یا ارزش هایی که بعد از اون میاد. اینها رو اگه مشخص بکنیم میتونه بهمون خیلی کمک بکنه که چطوری برسیم به اون اصالت معنایه و بتونیم از اون به بعد هدفمندتر زندگی کنیم. نظری در این مورد داری؟ موافقی؟ مخالفی؟ کاملا درسته. برای همینه که ما اصلا اون بحث حالا اولش که گفتیم توی، یعنی بحث فلسفه که مطرحه، مال همینه که ما گفتیم ما به عنوان موجود اول از اون بحث اگزیستانسیالی همینه دیگه، ما یک موجودیتی هستیم که کاملا نابیم. یعنی من یه موقع های یه مثالی برای مراجعه میزنم، میگم تصور کن که حالا بسته به باورهای تاریخ، میگم اون خدایی که مثلا اومده یه قالب ازت زده بعد دیگه انداخته دور، یعنی هیچی تو نمیتونه شبیه کسی دیگه باشه. و توی روان درمانی اگزیستانسیال به این اشاره میکنه که اگر ما سعی کنیم شبیه کسی دیگه بشیم، دو تا آسیب میزنیم، یک به متریال و چیزی که خودمون میخواستیم خودمون بشیم و اونو در حقیقت هدر میدیم، و به اون کسی که الگویی که میخواستیم برسیم چون دیگه به اون هم نمیرسیم. یعنی جمله هست فکر میکنم مال سارتر، میگه انسانی که میخواد خدا بشه و
ببخشید، هم خدا رو خراب میکنه، هم انسان بودن خودش رو، بلکه نمیتونه خدا بشه و بعد با قالب خداییش تصور خدا رو هم خراب میکنه. برای ما باید خودمون بشیم تهش. یک چیزی ممکنه برای یک نفر معنای این باشه که رفته توی روستایی یک کلاس خیلی کوچیکی رو گرفته داره بهشون درس میده، هیچ کس از این داستان ممکنه خبردار نشه، برای یکی ممکنه یه معنی دیگه این داستان داشته باشه. برای همین خیلی مهمه که ما بدونیم خودمون اول. آره، یه خودشناسی خیلی مهمی این وسط وجود داره. مرسی، خیلی ممنونم ازت. خب تا اینجا یه سری مراحل رو اومدیم و رسیدیم بهش. فکر میکنی که اگر بخوایم پیشنهادی بدیم به عزیزانمون، با توجه به اینکه زمانمون هم داره میره تموم میشه، من باورم نمیشه الان که ساعت رو دیدم، فکر میکنی که یک راه اگر بخوای پیشنهاد بدی برای اینکه ماها بتونیم به این معنای زندگیمون رو پیدا کنیم چی هست و از کجا باید شروع کنم؟ آه چرا سخت. آره. میدونی که ما نمیتونیم به آدم ها بگیم چیکار کنم چیکار نکنم، ولی شما در اتاق درمان نیستید اما صاحب بفرمایید. بازم سخته. ببین، شاید بخوایم بگیم اون مثال داستان کهن سالایی که درخت میکنن شاید بزرگترین کمکی باشه که به معنی بده. خیلی دنبال چیز گنده ای نگردیم، یه چیزی که از پسش برمیه. اول از همین هر کاری که میخوایم بکنیم باید بتونیم انجامش بدیم، در حد توانمون باشه، و بعد شاید یک چیزی که بتونه به ما کمک بکند اینه که ما به فردی کمکی بکنیم در حدی که میتوانیم. من یکی از چیزهایی که اشتراک داره تو آدم توی دیدگاه های مختلف در حقیقت معناگرایی، این توش وجود داره که وقتی که ما کس دیگری رو هدف رفتارمون قرار میدیم، در حقیقت یک نوع از خودگذشتگی هم داره میکنیم. اون خودخواهیه میره کنار و کس دیگر رو میبینیم. شاید اگر ما بتونیم این رو هدف قرار بدیم که در طول هفتهمون، در طول ماهمون، در طول روز، اگر واسه به چیزی که داریم، هر چیزی که میتونیم، الزامنم وقتی ما صحبت از کمک میکنیم مالی نیست، میتونیم برای یک نفر وقت بذاریم، میتونیم برای یک نفر گوش باشیم، میتونیم برای یک نفر یک همراه باشیم، بهش کمک بکنیم، شاید این در حقیقت بتونه کمک اون بکنه که یک معنایی رو فرای خودمون، یک اثری از خودمون داشته باشیم. مرسی، خیلی ممنونم ازت. جمله رو که گفتی میخوام باز هایلایت کنم و بعد نظر خودم رو هم بگم. من فکر میکنم دقیقا همین که گفتی، حداقل به یک نفر دیگه کمک کنیم و کاری براش انجام بدیم، ما رو از اون فضای خودمون میاره بیرون و این خیلی کمک کننده است. مثل اینه که من الان توی خونه هستم و توی این خونه محدودیت خودم رو دارم و سقف رو دارم میبینم، بیرون رو کمی دارم میبینم، ولی این محدودیت هست. به هر حال توی یک مالا یه پنجره داره، فضا وسیع داره، اگه بسته باشه فضا کوتاه داره. اما اگه از اینجا برم بیرون، فقط یک قدم بذارم پشت این پنجره توی حیاط، یه یک آسمونی رو دارم که انتها نداره، یا صداهای دیگه ای میاد که تمامی نداره. میتونم به گونه دیگه ای در این جهان هستی حضور پیدا کنم. شاید این خیلی خوب باشه اونجایی که ما دچار افسردگی میشیم، اونجایی که دچار سردرگمی میشیم، اونجایی که استراب داریم، اونجایی که نمیدونیم چه باید بکنیم یا معنای زندگیم چیه. شاید واقعا بیرون رفتن از این یک قدم اون طرف پنجره یهویی برای ما یک دید عظیمی رو بیاره، بزرگتری رو بیاره، اما در این فضا قرار بگیریم که ببینیم و بتونیم بیشتر از خودمون ببینیم، که در نهایت اگر من همه اون چیزی که دارم رو فقط برای خودم نگه دارم، میشه یک مثلا دکترای من شما میشه یه ورقه کاغذ روی دیوار، در حالی که اگر اون یه قدمه رو بردارم
میشه یه جایی که در خدمت جهان هستی هست. این اولین قدم. و اگر بخوام به همون سوالی که از شما پرسیدم بخوام خودم جواب بدم، من خیلی این قسمت رو معمولا شروع معنایابی رو از یک سختی میبینم. وقتی که ما به یک سختی میفتیم میتونیم بریم معنای تازه‌ای رو پیدا کنیم. و اگه بخوام از 12 آرکیتایپ یونگ کمک بگیرم، وقتی که ما این سختی رو تجربه میکنیم، این از دست دادن رو، این فشار رو، این عدم تعادل رو در واقع تجربه میکنیم، از اون عدم تعادله برای اینکه بتونیم به تعادل دیگه برسیم یا تعادل بالاتر یا بهتری برسیم یا به تعادل جدیدی برسیم، ناچاریم که معنای تازه‌ای برای زندگیمون تعریف کنیم. مثلا خب چه باید بکنم؟ مثلا تا به حال پدری داشتم که به من کمک میکرده، خیلی از مشکلاتم رو حل میکرده. الان پدرم رو از دست دادم، چه کار میتونم بکنم؟ اونجا یک معنای تازه ای میاره و بعد در همین راستا دقیقا اون چیزی که برای ما اصالت میاره، یعنی چیزهایی که به دردمون نمیخوره بریزیم دور و چیزهایی که به دردمون میخوره یا دوست داریم رو نگه داریم یا اضافه کنیم به خودمون. یعنی دقیقا همون که گفتی، هم از دست دادن هست هم به دست آوردن هست و بعد بریم و خلق کنیم اون معنای تازه یا زندگی تازه رو که قرار هست در خدمت چیزی و جایی بزرگتر از خودمون باشه. من فکر کنم این هم جایی هستش که میتونیم شروع کنیم. اما میخوام دوباره برگردم به تو و شما ببخشید و ازتون بخوام که بگین حالا اگه من میخوام در سطح فردی این رو شروع کنم، دوباره درسته که فرد در خدمت جمع بود، حالا در سطح فردی، چون ما میدونیم که گاهی اوقات ما تازه تون تیتیتاتی های اول قدم هستیم، بچه‌ای که داره ذره ذره قدم برمیداره و میره. آیا جایی هستیم که بخوایم الان بریم یه هایی فکر کنم که برای جهان هستی میخوام قدم بردارم؟ فکر میکنم این قسمت رو ازت بپرسم و ببینم که چجوری ما میخوایم این کار رو کنیم. این رو که پرسیدم خودم یک چیزی به نظرم رسید، ولی اجازه میخوام که بعدش بگم و این چند دقیقه رو به شما. من تقلم نمیرسم. شاید یه چیزی که خیلی مهمه اینه که میگم یکی از موانع خیلی بزرگی که ما رو از جستجوی معنا دور میکنه، گفتم همون خیلی تصور گنده و جهانی و مثلا یکی از چیزهایی که من توی لیست نوشتم که حتما بهش اشاره کنم همینه که یکی از چیزهایی که ما رو دور میکنه اینه که دنبال کار خارق العاده میگردیم. یه چیز خیلی گنده، الزامنی نیست، چیزی که بتونه، شاید اینطوری بخوام بگیم، حال من رو خوب کنه، یعنی از این فردتر شروع بکنیم در راستای این که در حقیقت بتونه چیز سود کسی به کسی دیگه هم یه حال خوب رو برسونه. بگیم یه تصور کنیم که من یه آدم مثلا در رابطه هستم، حالا چه پارتنر دارم، چه ازدواج کردم، چه فرزند دارم، چه هر چیزی، وقتی که من حالم بده نمیتونم برای کس دیگه نقش بازی کنم، نمیتونم یه حال خوب برای کس دیگه اجرا کنم، پس مسلما من اول از همه باید برای خودم این کار رو انجام بدم. ما یه بالانسی میخوایم بین، یعنی این اشتباه هم پیش نیاد که از فردا ما رو بیافتیم فقط به دیگران بخوایم خدمت کنیم، نه، یه بالانسی میخوایم بین حال خوب خودمون و حال خوب دیگران. یه جایی که اگر قرار باشه حال خوب برای دیگران ایجاد کردن باعث مشکل برای من بشه، من باید استاپ بکنم. یعنی اینجوری هم نیستش که ما فقط دنبال این داستان بریم از اون ور بوم بیافتیم. اول از همه ببینیم، من معمولا به مراجعه میگم تو ما باید بتونیم در طول هفته سه تا کار خیلی ساده انجام بدیم که شارژمون کنه. کار خیلی ساده میتونه تماشای یک فیلم باشه، میتونه رقصیدن باشه، میتونه پیاده روی باشه، هر چیزی که بتونه حال منو خوب بکنه. ما حداقل به سه تا از اینا نیاز داریم. دوم اون چیزهایی رو که در حقیقت باعث میشه ما فکر کنیم، یکی دیگه از موانعی که ما داریم باعث میشه که نتونیم یه معنای خوبی پیدا بکنیم اینه که میایم دیگران رو میبینیم، مثلا مخصوصا این روزا سوشال میدیا، فلانی چقدر داره خوب کمک میکنه، اومده 50 نفر رو برده سر کار و من که اصلا نمیتونم کاری بکنم. ما بیایم قدم خودمون رو برداریم، چیزی که میتونیم، و
و اینقدر این داستان میگم برای خود من هم گنگه که من نمیتونم یک فاکتور بگم فردا همه بریم این کار رو بکنیم. میترسم از اینکه یک راهکاری بخوام بدم و فکر کنیم اینه که معنا ده، برای که ممکنه یک نفر بیاد بگه که من این کار انجام دادم اصلا حسم خوب نشد. برای همین با وجود این که ما میایم میگیم که اوکی ته همه چیز ممکنه نیستی باشه، ته همه چیز ممکنه مثلا یک پایانی وجود داشته باشه، اما یک کار کوچیک حتی غیر مستقیم، یعنی الزاماً من به حال خوب یک نفر مستقیما کمک نمی کنم، ولی فضایی ایجاد می کنم که می تونه در کنار کارهای دیگه، مثل مثلا طرف میاد میگه که چه می دونم یه دونیشن ایجاد میشه برای کمک به یه بیماری، من نمیتونم هزینه تمام بیمار رو تقبل کنم، میتونم اینقدر تومن بهش بریزم. خیلی مهمه ما حدمون رو بدونیم. اما ما چون آدم هایی هست، یعنی انسان موجودی جسمانی و بعد هیجانی روانی و اجتماعی، همه اینا رو بذاریم ما یه نیازی به همه اینها داریم. خب پس چیزی که وجود داره اینه که ما بتونیم فرایند ایجاد کنیم که به حوزه جسممون، به حوزه سلامت روانمون، به حوزه هیجاناتمون، به حوزه چیزای اجتماعیمون کمکی بکنه که هم حال ما رو خوب نگه داره و هم بتونه فضا ایجاد کنه که دیگران که اطرافیان ما هم که هستن، حالا هر چقدر توانمون رفت بالاتر این دایره رو هم بیشتر بکنیم. منو کسی که با هم زندگی میکنه، منو زن و بچم، منو آپارتمانی که توی زندگی میکنم، منو محلم، منو شهرم، بالا هر کسی که بتونیم از این قدم های کوچیک شروع بکنیم. مرسی. من تقلب شما رو هم میشنم. نه اینقدر قشنگ توضیح دادی که دیگه توضیح اضافه نمی کنم و چشم به ساعت افتاد. راستش فکر میکنم شما کلاینت داری هم من نمیخوام بیشتر چیز کنم، فقط دقیقا میخوام هایلایت کنم این صحبتی گفتی و این که شروع کنیم از خودمون، هر چیزی که به نفع خودم، اطرافیانم و جهان هستی هست میتونه جزء چیزای خوب باشه. اگر یکی از این آیتم هم هست بشه، مثلا من ماشینی میخوام بخرم که قیمتش ارزونه ولی و به نفعمه، اما به نفع فروشنده نیست، چون میدونم که این اصلش قیمتش بیشتره، در نتیجه این کارو نکنم. یا اگر ماشین رو میخرم قیمتش ارزونه، به نفع فروشنده هم هست، اما مثلا مصرفش زیاده یا دود میکنه و برای محیط جهان هستی خوب نیست، برای محیط زیست خوب نیست، خب باز این کارو نکنم. یعنی این سه تا آیتم رو در نظر داشته باشیم و همونطوری که گفتی همینطوری هی ما بزرگتر میشیم، هر چقدر بزرگتر بشیم دغدغه‌هامون بزرگتر میشه، از خودم به خانواده‌ام، آپارتمانم، محیطم، محلم و کشورم و جهان هستی میرسم. و مرسی، عالی بود. چیزی که من میخوام فقط دوباره اضافه کنم این هست که در حال حاضر عزیزان هموطن ما در سیستان و بلوچستان سیل رو دارن تجربه میکنن و ویدیوها و عکسایی که میرسه به طرز عجیب و غریبی ناراحت کننده است. خواهش میکنم که دوستان عزیز، اولین معنایی که الان میتونیم به زندگیمون بدیم دقیقا این هست که به هر شکلی که میدونیم به این عزیزان کمک کنیم. ممکنه توی محلتون، توی آپارتمانتون یه چیزایی رو جمع کنید و بفرستید به جاهای مطمئن. چیزهایی از طرف فعالین حقوق بشر سیستان و بلوچستان اعلان شده. خواهش میکنم که به اونجاها کمکاتون رو بفرستید و هر جوری که میدونید حضور داشته باشید تا از این بحران متاسفانه فاجعه بار هم بگذریم. و در نهایت میخوام بگم که ما در کمپین قهوه نام در خدمتتون هستیم برای اینکه بتونیم به عزیزانی که به نوعی مورد شکنجه ها و آسیب های جسمانی قرار گرفتن در شکنجهگاه های جمهوری اسلامی کمک بکنیم. درخواستم ازتون این هست که اگر جزو افرادی هستین که چنین آسیب هایی رو دیدین با ما تماس بگیرید. اگر محتوایی میتونید تولید کنید و در اختیار ما بذارید، ترجمه کنید یا هر چیزی به نام خودتون یا با نام مستعار پخش میشه، خواهش میکنم که کمک کنید تا این آگاهی رسونی رو بکنیم و این میتونه اولین معنای زندگیمون باشه و اینکه بتونیم به طرف جلو بریم. نظر شما چیه؟ خیلی ممنونم که بحث مخصوصا سیستان رو مطرح کردین. آره حتما خیلی خوب میتونه، یعنی الان دم دستین شاید همین باشه که خیلی کمک کنه
در حقیقت به این داستان، و امیدوارم که بتونن اون عزیزان این دوره بحران رو بگذرانن. و حالا آسیب ها بعضی موقع اصلا قابل جبران نیست، ولی خب ما هم در حد توانمون چیزی که هست کمک بکنیم. بله مرسی از شما که اینو یادآوری کردین. فقط من قبل از اینکه بحثمون تمام شه، اشکال نداره دو سه تا سه چهار تا کتابی که تو این بحث معنا هست رو بخوام معرفی کنم خیلی کوتاه؟ عالی، به شرط اینکه قول بدین بعدا برای من بفرستین که زیر همین کپشن آره بذارین. حتما حتما حتما. یه کتاب خیلی معروفش که انسان در جستجوی معناست، که اصلا بیس تئوری در حقیقت لوگوتراپی و معنا درمانی، که مال دکتر فرانکله. بعد اگر کتاب روان درمانی اگزیستانسیال نوشته یالوم رو پیدا بکنم، ساعت این کتاب قطوریه، یه جور کتاب رفرنس درمانی حساب میشه، ولی توی اونجا هم بحث معنا و معناگرایی توضیح داده شده. اگر به صورت داستانوار و یه خورده سبکتر بخوام کتاب بگم، دو تا کتاب هست که من خودم خیلی دوستشون دارم و فکر میکنم صوتیشون هم کرده باشم، این که درباره معنای زندگیه، که من یه خورده اسامی بدم توش، فکر میکنم ویلدورانته، که اومده به حدود 30 تا شخصیت در قسمت های، یعنی با پوزیشن های مختلف نامه فرستاده و ازشون در مورد معنای زندگیشون پرسیده که چیه شما رو موتیویت میکنه و چی به شما انگیزه میده، و جواب ها رو توی کتابی به اسم درباره معنای زندگی جمع کرده. یه کتاب دیگه است به نام سه‌شنبه ها با موری، به صورت داستانوار بحث معنای زندگی رو خیلی قشنگ مطرح میکنه. و یه کتابی هم من خودم دارم به نام یافتن معنا در دنیای ناقص، که نویسندش ایدولا یا ایدولاندو، که در این ترجمه که من دارم برای حسین فرخی و مارال لاریجانیه. اینها میتونه کتابایی باشه که شاید حالی خورده، حتی پادکست مختلفی هم هست که معروفترینش پادکست رواق حالا فکر می‌کنم قدیمی هم باشه، ولی اینها میتونه یه خورده آیدیای بیشتری بده کسایی که تو این موضوع علاقه داره. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. البته ممنونم از اینکه نظرشون رو در میون گذاشتیم، متشکرم. و واقعا مرسی برای وقت امروز. مرسی از شما، مرسی از شما بابت دعوتتون. آره، و باز چون صحبت سیستان و بلوچستان هست، برای آخرین صحبت خواهش میکنم ازتون دوستان عزیز، دور هم جمع بشین، فرقی نمیکنه چگونه، چه مبلغی، چطوری، کمک کنید. و یکی از پیج هایی که میتونید از اون طریق سوال کنید و اطلاع رسانی بکنید، پیج حالوش هست که فعالان حقوق سیستان و بلوچستان دارن فعالیت میکنن تا جایی که من اطلاع دارم. مرسی، باز هم متشکرم. مرسی از همتون که حضور داشتید، همتون که بعداً میبینید لایو. خیلی متشکرم آقای ممنونم ازتون، وقتتون بخیر باشه. قربون شما، خدا نگهدار.